سلام عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. در ساگه آتش جنگ بزرگی که در 1.5 سال گذشته در خاورمیانه رخ داد، سال گذشته رو میشه یکی از کم‌حاشیه‌ترین دوران سرگه نظامی ایران از لحاظ رونمایی از جدیدترین تسلیحات و فناوری‌های دفاعی در چند وقت اخیر دونست. مسئله ای که به دلایل زیادی از جمله تمرکز سرگه نظامی ایرانی روی جنگ‌های اوکراین و جنگ‌های اخیر اسرائیل با نیروهای مقاومت کم کم به حاشیه رفت، ولی با کاهش این تنش ها و در نهایت تغییر وزیر دفاع ایرانه که پیش بینی میشه ایران برای احیای توان بازدارندگی که در چند وقت اخیر بهش کمی خدشه وارد شده دست به رونمایی‌های گسترده‌ای در بهمن ماه امسال و به ویژه در دهه فجر بزنه، موضوعی که با توجه به عدم رونمایی بخش زیادی از تسلیحات بومی و یا خریداری شده و در نهایت سکوت خبری سنگینی که سرگه نظامی ایران داشتند به تازگی تبدیل به یکی از مسائل داغ چند وقت اخیر شده. اولین و مهمترین سلاح جدید ایران که امکان رونمایی اون با درصد بالایی وجود داره، اولین موشک هایپرسونیک هواپرتاب ایران هستش. در واقع برخلاف تمامی تصوراتی که وجود داره، ایران به جز 3 موشک هایپرسونیکی که در سالهای اخیر رونمایی کرده، از جمله دارندگان باشگاه هایپرسونیک های هواپرتاب نیز هست و نیروی هوایی ایران در حال حاضر جزو کاربران این نوع موشک هاست و بر اساس اطلاعاتی که در دسترسه، موشک هایپرسونیک آشورا نیز چند وقتی هستش که وارد زرادخانه تسلیحاتی نیروی هوایی ایران شده. این موشک هایپرسونیک که سرعتی در حدود 5 تا 8 ماخ داره، توانایی رسیدن به دریای مدیترانه و اسرائیل رو داراست و بر اساس چارت‌های سازمانی، سوخو 24 های نیروی هوایی کار برای این سلاح مخوف و کمتر رسانه‌ای شده هستند. همچنین جالبه بدونین این موشک هایپرسونیک جدید جزء گزینه‌های احتمالی ایران برای انجام عملیات وعده صادق 3 بوده و در صورت انجام شدن این عملیات و شرکت نیروی هوایی، این موشک‌ها قرار بود برای اولین بار وارد صحنه رزم بشن. به جز این موشک هایپرسونیک مهم هم زمزمه هایی از ساخت و توسعه موشک های جدید ایرانی بر اساس تجارب 2 عملیات وعده صادق 1 و 2 به گوش میرسه و پیش بینی میشه که نسل جدید این موشک ها نیز در آستانه رونمایی قرار بگیرن. به جز 2 سری موشک بیان شده هم بعد از انجام 3 سری تست محرمانه ایران در شاهرود و حتی تهران که بر اساس سرعت، برد و پارامترهای پروازیشون اثبات شده که یک موشک غارپیما هستن، احتمال افزایش رسمی برد موشک‌های ایرانی نیز در بهمن ماه وجود داره که در واقع برای بازیابی توان سیاسی و نظامی کشور برای تهدید اروپا به سراغ میاد. و به عنوان آخرین لیست سامانه‌های موشکی هم باید اشاره‌ای به چندین سامانه پدافندی جدید ایران هم بکنیم که نمونه ایرانی پانسیر روسی که در ایران سامانه عقاب نام گرفته هم جز گزینه‌های با شانس بالا هستش. نکته جالب در مورد این سامانه اینه که این سامانه پیشتر در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه باور 373 به همراه سامانه های دسپول و کمند درگاه‌پایه برای رئیس جمهور وقت رونمایی شده بود و با توجه به رونمایی سامانه های مذکور در 2 سال اخیر، نوبتی هم اگه باشه نوبت این سامانه پدافندی مهم و استراتژیکه. اما بیاین نگاهی بکنیم به بخش دریایی که جزء مهمترین و کاملترین بخش‌های رونمایی‌های آینده ایران خواهد بود. در این بخش ناو اطلاعاتی فرماندهی زاگروس رو میشه خاص‌ترین ناوی دونست که در بهمن ماه رونمایی خواهد شد. و بر اساس گفته‌های امیر ایرانی، یعنی فرماندهی نیروی دریایی ارتش، این ناو استراتژیک که با هدف جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات ساخته شده، در دهه فجر امسال رونمایی خواهد شد. این ناو رو میشه یکی از نوادگان خانواده مشهور موج ارتش دونست که در نیمه راه به شکل ناگهانی تصمیم به تغییر کاربری و طراحی ناو گرفته شد و پس از 3 بار اسم عوض کردن زاگروس نامیده شد. از دیگر نکات جالب این ناو اینه که یک بار این ناو پیش از شروع تجهیز و اتصال نهایی ناو در داک کشتی سازی به شکل نیمه غرق در اومد، ولی با این وجود پیشرفته ترین و بهترین ناو کل ایران از لحاظ سامانه‌های الکترونیکی خواهد بود. در وهله دوم هم میرسیم به ناو شهید باقری سپاه که با ترکیب تسلیحات جدیدی که قرار حمل بکنه، یعنی پهپاد قاهر، قرار تو چشمترین سلاح درگاه ایران در رونمایی پیش رو باشه.
این ناو که در واقع یک کشتی کانتینر 24 سال هستش توسط نیروی درگیری سپاه و با قیمت در حدود 6 میلیون دلار خریداری و در نهایت با قیمت 20 تا 30 میلیون دلار و با نصب یک باند فرود به یک ناو پهپاد برای تخصصی تغییر کاربری داده شده. و بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که منتشر شده این ناو نه تنها در طول ماه‌های آبان و آذر تست‌های دریایی نهایی خودش رو شروع کرده و در کنار دو ناو سنگین دیگر و همرده خودش در سپاه یعنی ناو شهید مهدوی و شهید رودکی لنگر انداخته، بلکه گویا حامل پیشرفته ترین پهپاد سالهای اخیر ایران یعنی پروژه تغییر کاربری داده شده که دیگری به نام پهپاد قاهر هم هستش. پهپاد قاهر هم که تقریبا همه شما ازش یه بار حداقل شنیدین و میدونین که این پهپاد در واقع قرار بود یه پروژه جنگنده نسل 5 در ایران باشه، ولی در نهایت به دلیل مشکلات سنگینی که این پروژه داشت از جمله استفاده از موتورهای قدیمی 50 ساله سری J85 در این پروژه و داشتن مشخصات و پارامترهای پروازی مشابه با F5، این پروژه به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی و عملیاتی توسط هیچ ارگانی خریداری نشد و وزارت دفاع ناچار شد دو نمونه از این پهپاد رو برای نیروی هوای ارتش و نیروی درگاهی سپاه بسازه. که همونجوری که پیشتر هم گفته بودیم توی فروردین ماه سال 1403 تست‌های پروازی نمونه 60% تموم شده و بر اساس تصاویر ماهواره‌ای این پهپاد با یک استتار توری روی ناو شهید باقری دیده شده که شانس بالایی برای رونمایی داره. به جز این دو سلاح دریایی دومین نسخه از زیر دریایی کلاس فاتح یا فاتح 2 رو هم باید جزوی از تجهیزات جدید ایران بدونیم. این نسخه که برخلاف نسخه قبلی و اطلاعاتی که پیشتر منتشر شده بود دو سه سالی دیرتر قرار وارد خدمت بشه، یک بار در مراحل ساختش دچار مشکل باتری شده و باتری منفجر شده. قرار اولین زیر دریایی مستقل از هوای ایران در نیروی دریایی باشه و به دلیل داشتن این توانایی شانس رهگیری و شکار این زیر دریایی در مقایسه با نسخه اول خودش تا 50% کاهش پیدا میکنه. به جز این تسلیحات ناو سهند تازه غرق شده که قرار بود تا بهمن اوورهال بشه و هواناو کلاس پیروزان که جدیدترین هواناو سنگین ایران با قابلیت حمله موشک‌های ضد کشانسش هم جز لیست‌های با درصد رونمایی 90% هستند. اما بیاین از این دو بخش موشکی و دریایی جدا بشیم و به بخش بالگردی برسیم. در بخش بالگردی ایران بیش از 6 هواگرد مهم رو برای رونمایی داره. مهمترین اولین گزینه رونمایی همون طوفان 3 خودمونه که به تازگی و طی مصاحبه‌های رئیس سازمان هوایی وزارت دفاع یعنی امیر خواجه فرد قراره در آینده بسیار نزدیک رونمایی بشه. این هلیکوپتر اختصاصی وزارت دفاع قراره بر اساس ادامه پلتفرم طوفان و کبراهای موجود توی کشور ساخته بشه و در کل مهمترین هلیکوپتر در آستانه رونمایی در کشوره. البته هرمس جدید این هلیکوپتر هم در نمایشگاه هوایی کیش رونمایی شده بود و به جز توانای پرواز در شب تسلیحات هم با چشم خلبان توی این هلمت هماهنگ شدن. و نکته جالب ماجرا هم اینه که نیروی دریایی ارتش به دنبال خرید 12 فروند از این بالگرد برای ناوبندرهای جدید خودش یعنی ناوبندر مکران، خوزستان و کردستان هستش. بعد از این هلیکوپتر میرسیم به احتمال ورود میل 28 های روسی که به سفارش سپاه قرار تحویل ایران بشن. این خبر که پیشتر توسط خبرگزاری تسنیم و به همراه خبر خرید یاک 130 ها و سوخ 35 ها پخش شده بود رو هم میشه یه تحول برای هوانیروز سپاه دونست، چون هوانیروز سپاه همیشه در سایه هوانیروز ارتش بوده و با وجود داشتن ناوگان بروستر هیچگاه نتونست مثل ارتش ناوگان هلیکوپتری پرتعدادی رو داشته باشه. البته حقیقتش از نظر ما احتمال این رونمایی 20-40%، چون تلفات خود روسا به حدی بوده که نیاز به میل 28 های تولیدی خودشون رو به صادرات ترجیح بدن. به جز این دو گزینه هم سه پروژه هلیکوپتری دیگه هم توی کشور وجود داره که پروژه وایپر بومی سنگ یاری خود هوانیروز ارتش و دو طرح ساخت هلیکوپتر ترابری توسط پنها و باز سنگ یاری هم از دیگر بخش های این سه پروژه هستن. و در نهایت هم در بخش موتورهای توربوشافت هم دو موتور T700 و موتور TV7 که نسل بعدی موتورهای TV3 یا همون موتورهای سری میل 17 و میل 28 هستن هم جزء لیست‌های رونمایی هستن. بچه‌ها بدونین که پیشترم توی نمایشگاه هوایی کیش هم از این موتور توی بنر بخش موتورهای توربوشافت داخلی اس برده شده بود.
فرق اصلی تیوی 7 به نسبت تیوی 3 هم داشتن توان 2100 اسب بخاری به جای 2500 اسب و در نهایت هماهنگی بسیار بهتر با آب و هوای گرم و خشک ایران زمینه. در وهله بعدی هم تسلیحات جدید هلیکوپترها مثل موشک الماس هواپاگه و یا پهپادهای سویچ بلید هلیکوپتر پرتاب هم از جمله تسلیحات جدید هلیکوپترهای جدید کشورمون هستند. و جالبه بدونین از لحاظ تنوع تسلیحاتی ایران از ناوگان روسی هم وضعیت بهتری داره. اما فکر کنم جذابترین بخش داستان ما هواگردهای نظامی هستند. یعنی داستان همیشگی ورود و رونمایی از جنگنده های سری سوخو 35 که به شکل کیت دارن توی کشور تولید میشن و داستان یاک 130 هایی که به تازگی سفارشات تکمیل وینگمنشون تکمیل شده و ایران الان 16 فرمند یاک 130 که تعداد لازم برای آموزش خلبانان 160 جنگنده هستش رو داراست که با تعداد بالای یاک ها و خبرهایی از مسلح شدن یاک ها به موشک آن 73 روسی گویا قرار این جنگنده ها به عنوان فایتر رزمی هم در مواقع اضطراری وارد خدمت بشن. و بالاخره دیگه به نظرم باید شاهد رونمایی حداقل یاک‌ها به شکل رسمی و در یک پرواز دست جمعی باشیم که متاسفانه به دلیل نامشخصی نیروی هوایی ایران توی دو سال اخیر هیچ رژه هوایی برگزار نکرده که اصلا اونا رو رونمایی بکنه. و باید دید که سوخو 35 یا حداقل نسخه مونتاژ شدهش و یا یاک 130 ها رونمایی میشن یا خیر. اما بیاین از بخش جنگنده ها بیاین بیرون و بریم سراغ موشک های هوا به هوای جدید ایرانی، یعنی مهمترین موشک هوا به هوای ایرانی از جمله موشک دوربرد مقصود، موشکی که 6 ماخ سرعت و 200 کیلومتر برد داره و جدیدترین موشک هوا به هوای ایرانی برای ناوگان F-14 کشور هستش. جالبه بدونین این موشک در واقع نسل سوم نسخه ایرانی موشک فینیکس آمریکاییه که پیشبینی میشه از یه رادار آرای فازی فعال با توان درگیری و سرچ مستقل از رادار جنگنده برخوردار باشه که میتونه کمی از مشکلات فناوری جنگنده های فعلی رو کمتر بکنه. در بعد رادارهای هواپایه هم نسخه آرای فازی بگناز یا رادار جدیدی که روی تامکت های ارتقا یافته نصب شدن هم گزینه جذاب دیگه ما برای رونمایی هستن. ولی بیاین دیگه به جز آسمون دریا یه سفری هم به زمین داشته باشیم. در بخش زمینی حقیقت 4 تا رونمایی مهم رو میتونیم داشته باشیم. اولین موضوع رونمایی گسترده 200 اراد تانک کرار ارتش هستش که به تازگی تحویل لشکر 92 زرهی و یک لشکر دیگه شدن که به دلیل مسائل امنیتی نمیتونیم اسمشون رو ببریم. این سری از کرار که کرار F هم نام گرفته در واقع یه نمونه ارزون قیمت‌تر بر اساس کرار وزارتی و سپاهی هستش که با حفظ چند از دستی این ارتقا به شکل درون سازمانی با کیفیت و قیمتی کمتر توی ارتش دنبال و تولید انبوه شده. دومین بخش مهم نیروی زمینی هم الحاق گسترده بالای 60,000 تفنگ سری مساف به نیروی زمینی ارتشه، چون به تازگی این نیرو سفارش 600,000 تا 1,000,000 قبض تفنگ مساف رو برای جایگزینی جسه به وزارت داره و قرار مساف 2 رو با کالیبر مشابه با جسه به شکل انبوه وارد خدمت بکنه. و سایه‌تر بگم، جسه دیگه قراره به انبارها و به شکل تفنگ ذخیره در بیاد. و اینجاست که ما باید یاد ضرب المثل قدیمی نیروهای نظامی ایران بیافتیم که توش میگن هیچ چیز دور انداخته نمیشه، فقط از جای به جای دیگه منتقل میشه. مثل جریان جنگنده های قدیمی ما که با ورود ناوگان جدید باز قرار نیست بازنشسته بشن و به پایگاه های دیگه مثل پایگاه های امیدیه و یا مشهد که دارن توسعه پیدا میکنن منتقل میشن. به جز این سه بخشی که گفتیم، ارائه پکیج ارتقایی بخش حفاظتی و تجهیزاتی نیروهای رزمی کل ارتش که در حال گذروندن تست‌های خودش هم میتونه دل ما رو کمی شاد بکنه. به جز این رونمایی ها هم این خبر رو چند ماه زودتر بهتون بگم که قرار مرزبانی فراجا جزی از ارتش بشه. و ساده تر بگم، ارتش ناجی و محافظ مرزهای ایران به شکل رسمی خواهد بود که کیفیت مرزبانی در این مرحله به دلیل سطح تجهیزات نیروهای ارتش حدود 3 تا 4 برابر خواهد شد. دلیل این کار هم افزایش تهدیدات مرزی ایران در شرق و غرب که همه روزه تروریست‌ها به دنبال نفوذ و انجام خرابکاری در مرزهای کشورمون هستند. و در آخر داستان رونمایی‌های احتمالی امروز هم باید به پروژه تولید بومی موتور 31 یا همون موتور سوخوهای روسی اشاره کرد
که بر اساس شواهد و اطلاعات در دسترس قرار تا سال 1405 رونمایی بشه، ولی خب ممکنه خبر رسمی این اتفاق زودتر عمومی بشه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه، خدایگر و نگهدار.